بسم الله الرحمن الرحیم. از آموزش بیولوژی صنف هفتم در خدمت شما قرار داریم. در ابتدا تعریفی داریم از علم بیولوژی. کلمه یونانی بیو به معنای حیات و کلمه لوژی به معنای شناخت است. خب در نتیجه میتون بیولوژی را علم تحقیق و بررسی در زندگی نباتات، حیوانات و همه موجودات زنده برای درک رفتارهای آنها تعریف کرد. چون صنف هفت هست، تعریف ساده ای از بیولوژی ارائه شد. خب اهداف ما در این فصل، آنچه در این فصل خواهید آموخت، ابتداعا ساختمان و وظایف یک حجره، کشف حجره، رول ساینسدانها در کشف حجره، مایکروسکوپ و طرز استفاده از آن، اقسام مایکروسکوپ، اجزای عمده حجره و قسمت‌های عمده حجره، حجرات حیوانی و نباتی و مقایسه کردن حجرات حیوانی و نباتی اهداف این فصل ما میباشه. در قسمت مقدمه فصل اول، خود حجره، ساختمان و وظایف حجره. وظایف حجره میایم توضیح میدیم. خود وظایف حجره تغذیه، تنفس، تکثر، اطرا و غیره از جمله وظایف یک حجره زنده می باشه. تمام موجودات برای ادامه حیات خوب باید تغذیه کنن و به انرژی زیاد دارن و این انرژی را از طریق تغذیه و مصرف کردن غذا می توانن به دست بیارن و تنفس یکی از جمله وظایف یک حجره که باید تنفس بکنه برای زنده موندن و تکثر هم برای بقای موجودات و برای بقای خود حجره باید تکثر بکنه و همنوع خود بسازه تا که یعنی ادامه پیدا کنه، نسل از او و منقرض نشه. اترا موجودات زنده برای طرح و دفع مواد فضله که در بدن از اونو قرار داره باید اطراح کنن و توافق یا همو عکس العمل در مقابل تغییرات محیطی هم یکی از جمله وظایف یک حجره می باشه. درس اول ما کشف حجره. از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست یابند. اول چگونگی کشف حجره بدانند. دوم نظریه های حجروی را بفهمند. سوم اهمیت حجرات را در زندگی بیان نموده بتوانند و چهارم کار ساینسدان ها را تقدیر نمایند. اینا اهداف درس اول ما می باشه. کشف حجره. خود کشف حجره زمانی که در قرن 19 مایکروسکوپ اختراع شد، راه برای تحقیق و بررسی و کشف حجره باز شد و اولین دانشمندی که حجره را مشاهده کرد به وسیله مایکروسکوپ رابرت هوک بود که در 1665 حجره کارک را مشاهده کرد. خود کارک یک نبات می باشه که حجرات از او یا جسم از او به شکل اسفنج می باشه و از امو کارک که حجره مرده بود یک مقطعی بگرفت و اون مقطع در زیر مایکروسکوپ قرار داد و مشاهده کرد. خود اون مقطع به شکل خانه های زنبور دیده می شد و هر خانه از او یک حجره نامگذاری کرد. و تعریف حجره، کوچکترین واحد ساختمانی وظیفه‌ای جسم زنده حجره گویند. بعد از این که هر خونه از او یا کوچکترین واحد از او حجره تعریف کرد، به می اساس این تعریف حجره هم میتونیم بگیم. بعد سه ساینسدان جرمنی که ماتیاس شیلدان و تیودور شون و رودلف ویرچو، این سه دانشمند حجره زنده را مشاهده کردند و نظریات هم بیان کردند که امروزه به نام نظریه های حجروی یاد میشه. اولی که تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند.
دومی که خود حجره واید اساسی ساختمانی و وظیفوی جسم زنده می باشه و سوم گفته تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آید. این سه نظریه از این سه دانشمند بود که به نام امروز به نام نظریه های حجروی هم یاد میشه. و حجرات کار که رابرت هوک مشاهده کرده بود به همین شکل وقتی زیر میکروسکوپ مقطعی که از چوب کار گرفته بود قرار داد به همین شکل دیده میشد و هر خونه از این به نام حجره نامگذاری کرد.